رئیس لالیگا با محرومیت منچستر سیتی به آرزویش رسید. در همین حال احتمال سقوط باشگاه منچستر سیتی به لیگ دسته یک انگلیس. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما رو سابسکرایب کنید. خاویر تباس رئیس لالیگا پس از محرومیت دو ساله منچستر سیتی از رقابت‌های اروپایی نسبت به این موضوع واکنش عجیبی در صفحه توییترش انجام داده است. شب گذشته بود که یوفا سیتی را به دلیل تخلف در قوانین مالی 30 میلیون یورو جریمه و برای دو سال از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم کرد. تباس که همیشه از سیاست دو باشگاه منچستر سیتی و پاری سن ژرمن همواره انتقاد می‌کرد و خواستار محرومیت این دو تیم از رقابت‌های اروپایی شده بود، در صفحه توییترش نوشته که یوفا بالاخره تصمیم قاطعانه در این باره گرفته است. اجرای قانون فیرپلی برای فوتبال امری ضروری است. من سال‌هاست که خواستار اقدام شدید علیه دو تیم منچستر سیتی و پی اس جی هستم. حالا بالاخره این اتفاق رخ داده است. امیدوارم این حکم‌ها بیشتر تکرار شود. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. در همین حال محرومیت منچستر سیتی توسط یوفا احتمال دارد باعث سقوط این تیم بر رقابت‌های لیگ دسته یک انگلیسی شود. یوفا با نشر بیانیه باشگاه منچستر سیتی را به دلیل تخلف در قوانین مالی به پرداخت 30 میلیون یورو جریمه و دو سال محرومیت از بازی در لیگ قهرمانان محکوم کرده است. البته حالا این محرومیت تبعات جدیتری به خود گرفته و بعضی رسانه‌ها احتمال دادن که منچستر سیتی با خطر کسر امتیاز روبرو خواهد شد و احتمال دارد حتی در رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال انگلیس نیز سقوط کند. برخی رسانه‌های انگلیس از جمله نشریه ایندیپندنت مدعی شد احتمال زیادی وجود دارد که منچستر سیتی با از دست دادن امتیاز در رقابت‌های لیگ برتر مواجه شود و با توجه به تخلفی که انجام داده است امکان دارد با در نظر داشت همسو بودن قوانین اتحادیه فوتبال انگلیس و یوفا در خصوص اطلاعات حقیقی باشگاه و مجوز برای بازی در لیگ برتر امکان دارد سیتیزن‌ها سیلی دیگری بخورد و بر رقابت‌های لیگ دسته یک انگلیس نیز سقوط کند. باید افزود که هرچند باشگاه منچستر سیتی پس از این حکم یوفا به دادگاه عالی ورزشی CAS شکایت کرده است تا محرومیتش را کم و یا که به کلی بردارد. نظر شما در مورد محرومیت منچستر سیتی توسط یوفا چیست؟ نظر خیش در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.